سلام، به چنل بانو پس خوش اومدید. آموزش ما امروز در مورد کیک پیتزای بسیار لذیذ به روش بانو پزه. مواد لازم و مقدارشون رو من تو دیسکریپشن کاملا توضیح دادم. قارچ رو میتونین خام بریزین لابلای مواد، ولی بعضی از بوی قارچ خام خوششون نمیاد. به همین خاطر من مختصری سرخ کردم و بهش ادویه زدم. سوسیس ها رو به شکل دلخواه میتونیم برش بدین و مختصری تفت بدین. مرغ رو بپزین و به تکه های دلخواه ریز کنید. یک قاشق غذاخوری خمیر مایه ترش و یک قاشق غذاخوری شکر با مقداری نمک رو به مدت 20 دقیقه میذاریم با آب بلر تا کاملا پف کنه. بعد با یک لیوان شیر و مقداری آرد که حلوش 500 گرم میشه خمیرمون رو درست میکنیم. مختصری هم روغن بهش میزنیم و به مدت 10 دقیقه کاملا اون رو ورز میدیم. مقداری روغن روی خمیرتون بذارین، روش نایلون بکشین، اجازه بدین به مدت 2 ساعت کاملا خمیرتون ور بیاد و پف کنه. خمیر رو با بردنه کاملا باز بکنین و داخل ظرف دلخواهتون اون رو قرار بدین. دور تا دور ظرف رو اول با مقدار روغن زیتون یا کره آغشته کنین. خمیر رو داخل اون بذارین. کاملا خمیر دیواره های ظرفتون رو هم باید بپوشونه. با چنگال چند تا سوراخ درش ایجاد بکنین و سس پیتزا رو کف ظرف قرار بدین و مواد رو لایه به لایه روی هم دیگه قرار بدین و ما بینش از پنیر پیتزا استفاده کنیم به مقدار دلخواه. وقتی کاملا تا بالای ظرف از مواد پر شد، به دو شکل میتونین این کیک رو تزیین کنین. یا اینکه لایه های خمیر رو دور تا دور ظرف قرار بدین، روش رو بپوشونین و سطح کیک باز باشه، یا اینکه میتونین سطح کیک رو هم با خمیر بپوشونین. به مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت در دمای 200 درجه فر قرار بدین تا کاملا پخته بشه. ابتدا طبقه پایین فر بذارید و بعد بیارین طبقه بالا که روش هم کاملا پخته بشه. همینطور که میبینین هر دو نوعش هم زیباه و هم بسیار خوشتم و لذیذه. حتما امتحان کنین. نوشه جونتون. از اینکه سابسکرایب میکنین و با لایک و کامنت منو حمایت میکنین بسیار سپاسگزارم.